سلام علیکم. خوب هستم؟ بخیر باشم. شکر. از طرف نهاد دلجویی زنگ زدیم برادرم. شما دمی حادثه می کورس کاج کلام زخمی داشتین؟ اسم شما میشه برام بگوین؟ ولده؟ بله. خب در کجا از خواهیتون برادر گلم؟ خب علی قاضی؟ زندگی سرتون با شما داره چیزی که رضای خدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الذین اذا اصابت هم مصيبة قالوا إنا لله قالوا صدق الله العلي العظيم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. خوشن دل و هی مرهم مغفور بر محمد و اهل بیت محمد صلوات اللهم صل على محمد و محمد و عن جل فرج. زندگی سرتون باشه مادر جان. خدا من مغفرت شما. چیزی خداوند خوش رضایت می یک هدیه ناقابل است از طرف حاجی صاحب هاشم اکبر و برادرایشان هستن. خدمت شما فقط ما کل ارتباطی است. راه که هدیه روان کردن فقط یک همدردی خواستن با شما بکنن. دیگه بازم خدا نوشان شاد داشته باشه. زندگی سرتون باشه. سلامت باشه. قربان شما. تشکر. چای بریم. زنده باشه. بخیر باشین. از طرف نهاد دلجویی زنگ زدیم برادرم. شما دائم این حادثه کورس کاج کلم زخمی داشتین؟ اسم شما میشه برام بگین؟ استاد خور. اون دانشگاه. اسم زخمی تا. نه باتون تو. اسم پدرشون؟ خود درست.
میشه آدرس خونتون رو بگین فعلا می زخمی در شفاخانه است یا در خانه اومده آوردین چه؟ برون داخل برو. خب او را ایران بردن بگین. بله میشتمین. خود درست سلامت باشین زنده باشین. به اسم شما یک زخمی داشتین در شفاخانه امرجنسی؟ از حادثه کورس کاج؟ بله اسمشون؟ فعلا مریض کجا هست؟ ما از بنیاد خیریه دلجویی زنگ زدیم یک مقدار کمک هست باید بر شما توضیح کنم. آدرس خودم میشه بگین یا در کجا هستن فعلا مریض؟ شفاخانه امرجنسی شارلان هستن؟ خب در کدام شفاخانه؟ خب درست هست، من انشالله خدمتان میرسم و تا یک ساعت بعد شاید پیشتان برسنم و کمکتان رو بهتون اهدا کنم. سلام علیکم، خوب هستید؟ الحمدلله سلامت باشین. از طرف نهاد دلجویی به تماس شدیم، شما در این حادثه مرکز آموزشی کاج هم زخمی داشتیم. اسمشان؟ اسم پدرشان؟ خب آل در کجا تشریف دارم فعلا؟ خب آل میتونیم اونا رو ببینیم؟ خب خودم کجا تشریف داریم برادر؟ سلام علیکم. داخل مسجد بکنیم بکنیم که در پل خشک بیاییم مسجد باتوریان. امیر تشریف بیاریم، یک مقدار هدیه است از طرف آجیسای واشنگ اکبر و برادرهایشون از شهر برلین جرمنی روان کردن، اما رو میخواییم با دست شما برسانیم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. اما بعد، سلام و عرض ادب خدمت همه شما خوبان. سخنان خدا با یک سوال آغاز میکنیم: به ای ذنب قتلت، به کدامین گناه کشته شدند؟ سوال قرآنی است، هدفش بیدار کردن اذهان مردم است، ذهنها بیدار شود و زمنان بتانیم دفاع کنیم از کسانی که واقعا در حقشون ظلم میشه، حقشون به ناحق خورده میشه. با همین سوال میتانیم و شما با اونا همدردی کنیم، یعنی کنارشان استاده شویم. و کدامین گناه کشته شدن؟ خدمت شما ایزان عرض کنیم که به سلسله کمک هایی که توسط نهاد دلجویی به مردم فقیر و کسانی که مستحق بودن همیشه میرسه، این بار کمکی که شد از طرف حاجی صاحب هاشم اکبر و برادرانشان از کشور جرمنی شهر برلین به مقدار 3,40,800 افغانی بود
که ما این مقدار پول به سه کاتگوری تقسیم کردیم. البته برای کسانی که در حادثه المناک کورس کاج شهید شده بودند و یا زخمی سطحی برداشته بودند و یا هم کسانی که زخمی شدید شده بودند و نیاز بیشتر به همدردی داشتند، نیاز بیشتر به کمک های مالی داشتند، به اینا تقسیم کردیم و به مستحقینش رساندیم. البته خدمت شما عرض کنیم که چون وقت کم بود و ما هم باید زودتر به اینا رسیدگی میکردیم و نمیشد که مثلا دانه دانه به تمام خانواده ها سر بزنیم و به بعض هایشان دیدیم که مشکلات مثلا ایجاد میشه، بعض خانواده مثلا بعض افرادشان بیشتر ناراحت میشدن چون مثلا میدیدن که باز یک نفر آمدم دردشان باز تازه میشد. ولی ما میخواستیم همدردی کنیم با آن، هم باز دوستا به این تصمیم گرفتن که در یکی از مساجد یا یکی از مدارس ما جمع میشدیم نزدیک منطقه. بعد خانواده ها را دانه دانه تماس گرفتیم و به موجه خواستیمشون تا هم از وقت ضایع نشه و هم خانواده ها بیشتر ناراحت نشن و ما هم بتانیم این مقدار پول را که از طرف حاجی صاحب هاشم اکبر و برادرانشان ارسال شده بود و مستحقینش زودتر برسانیم و اونا هم زودتر دست به کارشن و پولی که نیاز دارن دوا و درمانه به اونا رسیدگی شود. و باز هم در اخیر تشکری میکنیم از کسانی که تا حال از اول تا حالا کمک هایشون ارسال کردن، چی حاجی صاحب هاشم اکبر و برادرانشان و چی دیگر دوستان، و تقاضا داریم از دیگر عزیزا هم که بیشتر در این مورد یک ذره تفقد کنن، بیشتر تفکر کنن که ما در خدمتشان هستیم و پول ارتباطی میشیم بین شما و کسانی که مستحق هستن تا کمک های شما را، همدردی شما را، دلجویی شما را به این عزیزان بتانیم برسانیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت تمام شما بینندگان گرامی. قسمی که در ویدیو مشاهده کردین، مبلغی که به دست ما در نهاد دلجویی رسیده بود، ما اون مبلغ را به دست فامیلای شهدا و زخمیانی که در حادثه المناک مرکز آموزشی کاج خسارت دیده بودند به دست اونها رساندیم و تمام اونها ابراز خرسندی کردند از تمام هموطنانشون که در این حادثه همراهشان همکاری داشتن و دلجویی کردند، به خصوص از حاجی صاحب هاشم اکبر و برادرانشان از کشور جرمنی که همراهشان همکاری هنگفتی کرده بودند. در حدود 10 سال فعالیت ما در کابل که ما کمک های خیریه داریم برای خانواده های بی‌بضاعت، ما از این به قبل کمک هایی که به دست ما می رسید از خارج از کشور، تمام اونا را بدون نام و نشان مستقیما ما او کمک ها را به دست فامیل های مستحق و نیازمند شهر کابل می رسندیم. اما اخیرا همراه جمعی از همکارای ما خواستیم که به خاطر منسجم تر نمودن این کمک ها و به خاطر وسیع تر ساختن این کمک ها، لذا ما خواستیم که مجموعه را به نام نهاد دلجویی تأسیس بکنیم تا بتانیم اشخاص بیشتری را جذب بکنیم تا با ما همکار باشند و شانه به شانه بتانیم که کمک هایی داشته باشیم برای فامیلای نیازمند. و در اخیر خواهش بنده از عزیزانی که این ویدیو را میبینن این هست که با مجموعه نهاد دلجویی همکار باشند تا بتانیم دست به دست هم داده، کنار هم بوده، شانه به شانه بتانیم به فامیل هایی که بی‌بضاعت هستند، فامیل هایی که بی سرپرست هستند، بتانیم با اونا دلجویی بکنیم، بتانیم با اونا همکاری بکنیم. و برای جوانانی که میخواهند کار داشته باشند، برای اونا زمینه کار فراهم بکنیم و برای جوانان و نوجوانانی که میخوان ادامه تحصیل بتن، برای اونا زمینه تحصیل را فراهم بکنیم در مکاتب خصوصی یا پنتونای خصوصی و یا غیره نهادهای آموزشی و تعلیمی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.